درود دوستان، خوش اومدید به کانال های میدیا. در این ویدیو میپردازیم به 10 تا از نکته های پرکاربرد در برنامه افتر افکت. در ویدیو های قبل من معمولا هر ویدیو را به یک نکته اختصاص میدادم، ولی از این ویدیو به بعد هر ویدیو به 10 نکته میپردازم. نکته اول در این ویدیو مربوط به create shape layer from text است. مثلا شما یک لایه تکست دارید، به منوی لیر رفته create shape from text که بزنی اینجا یک شیپ لیر از لایه تکستتون ایجاد میکنه و لایه تکست رو اینجا مخفی میکنه، اونو حذف نخواهد کرد. خب حالا شما میتونی اگر زیر گزینه کانتنت رو بزنی اینجا، اگر دقت کنی هر حرفش میتونی جداگونه روش کار کنی، انیمیت کنی، افکت بهش بدی یا هر تغییری که بخواید روش اعمال کنی که در لایه تکست این امکان وجود نداشت. و نکته دیگه که لازمه بگم اینه که شیپ لیر در واقع یک پایه وکتوری داره، یعنی اگه حتی سکیلش رو بسیارم ببری بالا کیفیتی کار تغییر نخواهد کرد. در واقع خود وکتور هم یک تجسم ریاضی از شکل هستن، پیکسلی در واقع نیستن. برای همین کار کردن با شیپ لیر بسیار تو کیفیت کارتون در موقع رندر تاثیر مثبت میذاره. نکته دوم در ویندو در رابطه با رادنس است. فرق شما یه شیپ لیر الان ما را به شکل اینجا داریم، زیر گونه کنتات شیپ کنترل کنیم، رکتانگل پچ اینجا، رانست اینجا هست، این به صورت عمل میکنه. فرض کنید اگر اینو کم و زیاد کنی شکلو از مربع به دایره تغییر میده. حتی میتونید اینو انیمیت کنید. فرض کنید اینجا تو گزینه صفر باشه، تو کیفریم صفر، حالا تو مثلا 10 ثانیه یکم این مربع مثلا بشه این مقدار، به این راحتی میده. حتی اینم انیمیت کنید. نکته سیوم در این ویدیو در رابطه با 4 تا از اعمال جمع و منها و تقسیم و ضرب در برنامه افتر افکت است. برای این فرق نیست، شما میخواید اسکیلش رو تغییر بدید. اگه اسکیلش رو منهای 20 کنی میشه 100، به همین راحتی اینجا به اضافه 20 کنی میشه 120. اینجا اعمال میشه تقسیم بر 4 کنی 30 میشه، یا اگر ضرب داره 5 کنید میتونید تأثیرش رو به راحتی ببینید. نکته چهارم در این ویدیو در رابطه با کلیر دیسک کش هست. این گزینه در زیر مجموعه ادیت پرج آل مموری اند دیسک، آل مموری اندو ایمیج کش مموری یا سنپشات. حالا اینجا اندو و مثلا سنپشات غیر فعاله. فرض کنید حالا اگه من یه سنپشات از این داشته باشیم، از این پوزیشنمون، قطعا اینجا سنپشات فعال میشه با زدن، اگه اینجا دکمش فعال شده معنی این که سنپشات داریم. اگه اینو بزنید پاکش میکنه، اینجا غیر فعال میشه. و یا هر کدوم از گزینه های دیگه که خواستید میتونیم پاکش کنی که سرعت کار کامپیوترتون بره بالا. نکته بعدی در این ویدیو در رابطه با جمع آوری فایل های متفاوت از که ممکنه شما در پوشه های مختلف، در هارد های مختلف یا در آدرس های متفاوت اونو داخل پروژهتون آورده باشید. برنامه افتر افکت برای این کار یک راه حل بسیار ساده اینجا ایجاد کرده، قسمت فایل dependencies collective file. اینو اگه بزنیم میتونی یه جور بهش اختصاص بدی تمام هر آنچه در این پروژه هست و هر جاش هر فایلش ممکن از یه جای داخل پروژه آورده باشی، همه رو یه جا تو میتونی تو یه فولدر براتون کپی بگیره و پروژهتون رو به قول معروف امن نگه داره.
نکته بعدی در این ویدیو در رابطه با جستجو کردن به دنبال فایل هایی است که دقیقاً نمیدونی کجای هارد کامپیوترتون ذخیره کرده باشی، فراموش کرده باشی، ممکنه دقیقاً سری نتونی به مکانش توی پنل پروژهتون دسترسی داشته باشی و یا اینکه دقیقاً متوجه نیستی که اینو ممکنه تو کدوم کامپوزیشن یا کامپوزیشن های استفاده کرده باشی. یه راه حل ساده تو افتر افکت هستی که اینه روی فایل که رایت کلیک کنی، اینجا میتونی دنبالش در هاردتون بگردی یا تو کامپوزیشن دنبالش بگردی و اینجا هم به همین شیوه فرض کن اگه اینجا رایت کلیک کنی سمت ریفر رو بزنی، اینجا میتونی راحت دنبالش بگردی و مسیرش رو پیدا کنی بدون که بخوای مثلا برنامه رو ببندی و حالا بری دوباره هارد رو باز کنی و به جایی که لازمه برسی. اینجا با کلیک کردن فرض کن اینجا من اگر روی این رایت کلیک روی ریفر روی اکسپلور کلیک کنم دقیقا میره همون فولدری که روی کامپیوتر من اونو ذخیره کردم. یا برای نمونه فرض بگیریم من اگه اینو کلیک راست کنم روش ببینم توی کدوم کامپوزیشن است، دقیقا اون کامپوزیشنی که استفاده شده اونو برام باز میکنه به همین راحتی و بدون اینکه مثلا وقت زیادی رو صرف اون بکنیم. نکته بعدی در رابطه با مطمئن شدن از اینکه موقع خروجی گرفتن از ویدیو کدوم قسمت از ویدیو بدون پیکسل است. برای این کار روی این گزینه تو قسمت کامپوزیشن اگه کلیک کنی بهتون نشون میده که کجا این کامپوزیشنتون بدون پیکسل است، ولی من اینجا چون یک بک‌گراند می عکس کامل است هیچ به قول من همه جاش با موقع خروجی گرفتن همش با پیکسله، ولی من فرض کن اینجا اگر این عکس رو حذف کنم دقت کنید این قسمت وسط به جز این کناره همش بدون پیکسل است. بعد نوشتم که اینجا به قول معروف قابل مشخصه که اونم با پیکسل ما بقیه بدون پیکسل است و با غیر فعال کردنش برای که بتونی رنگ اینو مشخص تغییر بدی میتونی توی قسمت کامپوزیشن اینجا رنگش هم میتونی تغییر بدی که حالا ممکنه بخوای توی یه سری موارد بخوای دید کاملی به برنامه‌تون داشته باشی اینجا میتونی اینو تنظیم کنید. نکته بعدی در رابطه با جایگزینی فوتیج است. فرض کنید شما این تصویر دارید تو پروژه‌تون توی کامپوزیشنتون، شما بخواید اینو حذف و یک تصویر دیگر رو جایگزینش کنید، به راحتی میتونید عکسی که مد نظرتون است با گرفتن دکمه های کنترل آلت و کشیدنش روی عکس مورد نظر به راحتی اونو جایگزین کنید. نکته بعدی در رابطه با سرچ در تایملاین برنامه است. فرض کنید شما برای نفرتون دنبال یک افکت خاصی یا یک المنت خاصی توی تایملاینتون هستی توی لایه‌های متفاوت، ولی ممکنه سریع نتونی به اون دسترسی پیدا کنید. به راحتی با سرچ کردن اینجا مثلا فرض کن دنبال سکیل که بگردید لیست همه سکیلایی که توی لایه‌های متفاوت هست یک جا همه رو بهتون نشون میده، به همین سادگی راحت میتونی بهش دسترسی پیدا کنید. و نکته آخر در این ویدیو در رابطه با یکی از افکت های بسیار خوب در افتر افکت، اونم سی سی سلانت است. فرقی شما میخوایی برای این انیمیشن تون سایه ایجاد کنید برایتی میتونی یک کپی از لایتون داشته باشی و اینجا مثلا این افکت رو روش اعمال کنید، سی سی سلانت رو روش اعمال میکنید. حالا مثلا چون میخواییم سایه باشه فرضاً فیلش هم اینجا اعمال میکنیم، حالا فیلش رو به رنگ بالا خاکستری یا رنگی که با سایه هم آموزیم میزنیم زیر لایمون، میتونیم اینجا توی سی سی سلانت سلانتش رو تغییر بدیم و برای اون سایه ایجاد کنیم. امیدوارم این 10 نکته بتونه مورد استفاده واقع بشه. من منتظر ویدیوهای بعدی باشید. شاد باشید.